شهر تهران که اکنون اندکی بیش از 200 سال از تأسیس آن می‌گذرد، رشد شتابان و فوق‌العاده‌ای داشته است. طی سالهای گذشته به دلیل رشد بیش از حد جمعیت‌ها، فضای وسیعی از دشت تهران تبدیل به مناطق شهری شده است. گستردگی و وسعت شهر از یک سو و جمعیت فراوان و روبه افزایش آن از سوی دیگر، نیاز به کالا و خدمات را افزایش داده است. برای تأمین نیاز شهروندان به کالا و خدمات، بازار گسترش یافته و بافت پیرامون خود را بلعیده. انبارها توسعه یافته، صنایع بزرگ بسیاری تأسیس شده، کارگاه‌های صنعتی یکی پس از دیگری دایر شده، فروشگاه‌ها افزایش یافته و تعمیرگاه‌ها در همه شهر ایجاد شده است. حمل و نقل این همه کالا و آمد و شد کارگران و کارکنان صنایع و مشاغل در این سو و آن سوی شهر باعث نیاز به گسترش ناوگان حمل و نقل شهری و جاده‌ای شده است. به ویژه اینکه اغلب کارگران صنایع و مشاغل در شهرک‌های اقماری اطراف تهران استقرار یافتند. محل انبارها، پراکنش صنایع و مشاغل در شهر و اطراف آن بدون هر گونه تناسب و بر اساس هیچ گونه برنامه اصولی بوده است. مشکلات دولت را در تنگنا قرار داده و برای تأمین نیازهای اساسی مردم بار مالی سنگینی تحمیل شده است. در این میان شهرداری تهران نیز برای ارائه خدمات شهری مناسب توان بسیار زیادی را صرف کرده است. از طرف دیگر گسترش صنایع و مشاغل باعث ایجاد انواع آلودگی‌های زیست محیطی شده و شهر و شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است. افزایش آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کارگاهی، انتشار فاضلاب و پساب صنعتی آلوده، ایجاد ضایعات و مواد زاید جامد به ویژه مواد زاید جامد خطرناک و سر و صدا و لرزش حاصل از فعالیت صنعتی از جمله مهمترین موارد آلودگی های صنعتی در شهر است. نقش صنایع کوچک کارگاهی به دلیل تعداد بسیار زیاد آن، پراکنش وسیعشان، شرایط کارگاهی غیر اصولی و همجواری آنها با منازل مسکونی بسیار مهم و قابل تأمل است. و از طرف دیگر به دلیل تغییرات زیاد، جابجایی مکانی و عدم کنترل در تأمین آنها، فقدان آموزش کافی صاحبان و کارکنان این واحدها، عدم پشتوانه مالی کافی، مشکل آلودگی و مزاحمت‌های حاصل از کارکرد این گونه مشاغل را افزایش می‌دهد.
شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت که از سال 1368 آغاز شد، برای رسیدگی به آلودگی ها و مزاحمت های حاصل از فعالیت های صنعتی و شغلی اقدام به تأسیس شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل کرد. این شرکت بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که مصوب سال 1334 خورشیدی است، نسبت به بررسی واحدهای آلاینده و مزاحم در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران اقدام می کند. کارشناسان متخصص صنایع و مشاغل درون شهری شرکت ضمن بازدید از اماکن آلاینده و مزاحم، دستورات لازم را در قالب رأی کمیسیون بند 20 به صاحبان صنایع و مشاغل ابلاغ می کنند که بر اساس آن این گونه واحدها ملزم به رفع و کاهش آلودگی ها و یا مزاحمت های حاصل از فعالیت صنعتی و صنفی می شوند. به این گونه دستورات رأی تمهیدات گفته می شود. در صورتی که به هیچ وجه نتوان آلودگی یا مزاحمت حاصل از فرایند صنعتی را کنترل کرده و یا کاهش داد، دستور توقف فعالیت واحد مزبور با اعطای مهلت لازم صادر می شود. به این دستور رأی تعطیل گفته می شود. از طرفی کسانی که قصد دایر کردن فعالیت صنعتی یا شغلی را داشته باشند، موظفند قبل از تأسیس هر گونه فعالیتی مجوز لازم را که منوط به عدم آلوده کنندگی و مزاحمت می باشد از شرکت ساماندهی دریافت کنند. به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم که وجود آنها در شهر برای شهروندان مزاحمت دارد و همچنین مورد نیاز روزانه مردم نمی باشند و لزومی بر وجود آنها در بافت شهری نیست، مجتمع های صنفی و خدماتی در حومه شهر ساخته می شود. ساخت این مجتمع ها با سرمایه گذاری و مشارکت واحدهای صنفی و نظارت شرکت ساماندهی می باشد. تا کنون در 5 نقطه شهر تهران این مجتمع ها احداث شده اند که هزاران واحد صنعتی و صنفی کوچک در این شهرک ها استقرار خواهند یافت.
علاوه بر اجرای پروژه‌های بزرگ، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اقدام به جمع‌آوری کیوسک‌های نامناسب قدیمی و جایگزینی آن با کیوسک‌های جدید و زیبا کرده است. ساماندهی به امر کیوسک‌ها علاوه بر رفع مشکلات ظاهری از وجود این واحدها، اقدامی در جهت تغییر الگوهای کارکردی در مشاغل شهری مطابق با معیارهای پذیرفته شده و اصول علمی است. بر این اساس تا کنون بیشتر کیوسک‌های قدیمی جمع‌آوری شده و کیوسک‌های جدید شامل کیوسک ویژه فروش گل و کیوسک ویژه فروش مطبوعات جایگزین شده است. امر ساماندهی صنایع و مشاغل شهری مقوله‌ای پیچیده است که نیاز به پژوهش‌های گسترده، مطالعات وسیع و برنامه‌ریزی اصولی دارد. به همین منظور بخش تحقیقات و پژوهش شرکت ساماندهی برنامه‌های تحقیقاتی وسیعی را آغاز کرده است که اهم آن ارائه آموزش‌های زیست محیطی به شهروندان و صاحبان صنایع و مشاغل، برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌های تفصیلی، تدوین برنامه 5 ساله، جلب مشارکت‌های مردمی، تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های شغلی در واحدهای صنعتی و ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور می باشد. امید است با همکاری همه جانبه شهروندان و مسئولان شهری پاکیزه و بدور از هر گونه آلودگی داشته باشیم. انشاءالله.